همه برادران عزیزم درود میفرستم بر شما که بار دیگر متحد اتحاد خودتون رو حفظ کردید. نذاشتید فرماها که بین خودشون اختلاف افتاده بین شما اختلاف بندازه. حضور ما اینجا بر حق است، به خاطر مطالباتمونه نه به خاطر چیز دیگه. چرا ما اینجا جمع شدیم؟ در اعتصابات 6 روزه آذر ماه قرار شد تا پایان سال، یعنی الان تمام مطالبات پرداخت بشه، حقوقا به روز بشه و تنها مطالبه ای که بمونه برای سال دیگه فقط حقوق برج 12 است. این شرط و قرار رو با کی گذاشتیم؟ آقای رستمی گفت من لورم مثل شما و قولم قوله، سرم بره قولم نمیره. و آقای کی؟ و آقای اسدبک و فرماندار اومد اینجا گفت آقا ما اگر اعتصاب رو بشکنید روزی 1 میلیارد فروش داریم. حرف خودشونه، ما نگفتیم. از اون روز تا الان چند روز گذشته؟ 90 روز. ما میگیم آقا 20 روزش بارندگی، که بارندگی هم نداشتیم برای خودشون. 10 روز دیگه هم سرش 60 روز تولید بوده. حرف خودشون نه حرف ما که روزی 1 میلیارد فروش داریم. 60 میلیارد باید تا الان فروش داشته باشد. امروز 15 روز مانده به پایان سال، 2 ماه حقوق طلب داریم. 180 نفر از روزمزدا 11-12-94 رو نگرفتن، 8 ماه بن کارگری رو ندادن، حواله شکر سهم رهبری رو پاره کردن ندادن، بیمه رو به حساب نریختن، توهین ها کردن بین خود. قراردادها رو قرار بود درست کنن، قرار بود پیمانکاران اقبالی تغییر وضعیت بدن، داده نشدن. چند روز مونده به سال؟ 15 روز. آقا اینا بین خودشون اختلاف افتاده، بین دوتا کارفرما اختلاف افتاده. آقا این مدیر نصب میکنه، اون عزم میکنه، این بر میداره، اون مدیر میذاره، اون میره آدم میگیره، این علیه اون حرف میزنه. به فکر جیب کارگر نیستی، به فکر سرمایه خودت باش. 2 سال پیش دقیقا در چنین روزی آمدیم، ما نگران حقوقامون بودیم. خیلی پرمدعا در اومدن گفتن آقا نگران پرداخت حقوق نباشید، حقوقتون سر موقع که میدیم، هیچ حقوقاتون کمن، زیادش هم میکنیم. بعد از 2 سال تازه یکیشون در من معنی باگاس و بلد نبود، میگفت من به اندازه کاهای 7 تپه پول دارم. پولات کو؟ پولات به اندازه کاهای 7 تپه کو؟ تازه بعد از 2 سال ما فهمیدیم اینا جز آدم های اقتصادی بودن توی مملکت که نه تولید کنندن نه صنعتگر، که اگر صنعتگر بودن میفهمیدن 7 تپه رو باید متخصصان نیشکری اداره کنن، نه آدم های بی سوادی که اسمش هم می نویسه غلط املایی داره. بعد از 2 سال آیا شما تونستید 1 کیلو شکر اضافه تولید کنید؟ خب نتونستید. به والله اگه 7 تپه رو بدن دست خود ما کارگرا، بابا ما کننده یه کاریم نه شما. ما 7 تپه رو آباد میکنیم. اومدن نابود کردن، خودشون افتادن به جون خودشون. این کارفرما علیه اون کارفرما اعتصاب را میندازه، اینا دیگه کیان؟ بعد وقت میان ما رو بازداشت میکنن. مگه ما چی گفتیم؟ آقا با حقمونه میخواییم، پر اون همه بعد وحی چی شد؟ کار از فرماندار و استاندار گذشته، شما دیگه مسئولین شهر رو نگیرید. آقای جهانگیری که 7 تپه رو تحویل اینا داده باید بیا وضعیت رو مشخص کنه. به والله با این آشفتگی مدیریتی که اینا دارن 7 تپه آباد نمیشه و ما روز به روز بدبختر میشیم. با خدا 7 تپه رو اگه بدن دست خودمون
متخصصین نیشکر رو میاریم اینجا آبادش میکنیم. نذارید این کارفرماها بین شما تفرقه ایجاد کنن. ما با همین همینجوری که اینجا با هم اومدیم حقمون رو بگیریم، توی تولید هم با هم هستیم. اینا نمیتونن آقا، دو سال گذشته، بعد دو سال بی هفت نفر رو به کجا آوردن آقا؟ دیگه کارگر در عید پول نون رو نداره، میخواه برای بچهش لباس بخره، خب نداره کجاش؟ با اون همه وعده دادی چیکار کردی؟ مدیریت برای آقا سرمایه داری، خب باش مدیریت بلند نیستی، بکنه من حرف بلند نیست بزنه، مجموعه بی بزرگی رو دادن بهش، کارگرهای هفته برای بدبخ کردن. آقا اصلا ده روز پونزه روز نیا سر کار، هفته برای ما داریم میچرخونیم، اصلا مدیریت نباشه راحت، ما داریم میچرخونیم. اگه هفته به زنده است به قرآن مجید، فقط کارگرهای هفت تپه سر پا نگرش داشتن. ایا الناس ما به کدوم خدا حرفمونو بزنیم؟ الان هم میان منو بازداشت میکنن، میبرن بازجویی، میبرن اطلاعات نمیزن کجا. آقا درد و بدبختیمونو به کی بگیم؟ به سر در سلیمان اینا نمیتونن هفت تپه را اداره کنن، اینا هفت تپه را نمیتونن اداره کنن. آقایون قرار بوده تا پایان سال تمام مطالبات رو بگن. یه چیزا بگم، مذاکره ای نداریم با اینا، مطالبات ما معلومه. مرد باشه بیاد اینجا حرف میزنه، یا بخشنامه میکنه، یا میپذیریم یا نمیپذیریم. تا زمانی که وضعیت هفت تپه، مدیریت هفت تپه، اتحاد عکس میگیرم مال صدای کخه، عکسو میفرسی یا دروغ میگه؟